پسرش را صدا می کند اما نمی شنود و نجواب می دهد. از جلوی دخترش رد می شود اما به او توجه نمی کند و نگاه نمی کند. آنها در دنیای مجازی از اطرافیانشان جدا شده اند. دنیای بازی های الکترونیکی. هم بزرگ سالان و هم کودکان وسواس زیادی به بازی با آن برای ساعتهای طولانی پیدا کرده اند تا اینکه این امر این تبدیل به اعتیاد در آنها شده است. آنها ممکن است متوجه خطرات جدی بازی های الکترونیکی نباشند از جمله بازی هایی که حاوی شرک است مانند تجلیل از بوت ها و صلیب ها از عایشه رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود چیزی که بر آن صلیب بود را ترک نمی کرد تا آن را بشکند از جمله آن را که شامل سحر و جادو است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود از هفت گناه کبیره پرهیز کنید شرک به الله و سحر و جادوگری از جمله مواردی که شامل برهنگی و سحنه هایی که حیاء انسان را مخدوش می کند و دعوت به فحشا می کند باید پرهیز کرد چرا که الله می فرماید ای پیام بر به مؤمنان بگو چشمان خود را از نگاه حرام فرو نهند و شرمگاهشان را بپوشانند چرا که این امر باعث می شود پاکدامن شوند زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه است. همچنین با بزرگ کردن او در دنیای توهمات و خیالات واقعیت کودک را تباه می کند مثل موجودات ماوراء طبیعه که در واقع وجود ندارند. یکی از اثارات منفیان این است که باعث خشونت و پرخاشگری در دل کودکان می شود و همانند قمار که نفرت را در دل آنها می کارد. به این بازی ها برای سلامتیشان مذر است و باعث استراب و لرزش و اختلال عصبی می شود. کمر درد و ضعف شنوایی و بینایی همچنین منجر به اختلالات روانی می شود. اوتیسم و افسردگی و موجب اطلاف وقت و مشغول شدن از امور واجب می شود. شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماید هر عملی که ما را از آنچه که الله به آن امر کرده مشغول کند و باز دارد حرام است اگر چه جنس آن حرام نباشد مانند خرید و فروش و تجارت و مسایر سایر سرگرمی هایی که انسان های غافل را از ادای حق شرعی و وظیفه الهی باز می دارد همگی حرام است پس همه این سرگرمی های غافل کننده را ترک کن و به چیزی که برایت نفع و سودمند است روی بیاور بدان که از عمر خود و سالهایی که گذراندی در قیامت باز خواهی شد پیامبر بس الله سلام وسلم میفرماید در قیامت پای بنده تکان نمیخورد مگر اینکه از عمر سوال شود و در چه چیزی گذرانده بود و با علمی که داشت چه عملی انجام داد و مالش را چگونه به دست آورده و چگونه انفاق میکرد و جسمش را در چه چیزی فنا کرده است